بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما از قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما 83 سومین درس از کیمیای صنف دهم رو را میخوانیم درس ما در مورد تعاملات احتراقی هست احتراق یعنی سوختن یعنی در گرفتن و شما عزیزایی را خوب میفهمین در کتاب شما هم نوشته کرده تعاملات احتراقی یا تعاملات سوختن تعامل احتراقی میگه تعامل مواد با اکسیژن است در صورتی که با تولید حرارت و نور همراه باشد اینمی تعامل به نام سوختن هم یاد میشه دوستان عزیز یک تعامل زمان تعامل احتراقی گفته میشه که مواد وقتی تعامل میکنه همزمان انرژی به قسم نور و به قسم حرارت تولید شوه همزمان شما یک پلته گوگرد رو روشن میکنین همزمان روشنی داره همزمان گرمی داره و تمام مواد به می ترتیب هست شما هر ماده ای که می سوزانین بلا فاصله میتانین. هم از او گرمیش احساس کنین و هم یک مقدار روشنی که از او تولید میشه اگر در یک تعامل یک دانش تولید شد یک دانش دیگهش تولید نشد بازی تعامل احتراقی بوده نمیتونه یک دانش سوال یک زمانی در ذهن خود میجاد میشه حالا شاید در ذهن شما ایجاد شود میگفتم این گروپ وقتی که روشن میشه هم روشنی داره هم گرمی داره امیدی که چه رقم تا امید تعامل است یا نیست اصلا برای شما باید بگم اینمی می نیست تعامل در تعریفش گفتیم تغییر یک ماده به دیگه ماده گروپ روشن میکنی یک مقاومت برقی ایجاد میشه هم حرارت تولید میشه هم روشنی وقتی جریان برق سرش قطع کدی و گروپ امور رقم مثل اول خود است هیچ دو تغییری به وجود نامده بناهن این یک تعامل شده نمیتانه خب در اینجا برای ما شما آمده مثال ها رو گفته گفته از تعامل سوختن فلزات اکساید های فلزی به دست می بعضی فلزات قابل سوختن هستند در موجودیت اکسیژن میسوزن اکساید فلزی می از احتراق مرکبات عضوی با اکسیژن خب بدون اکسیژن هیچ چیز نمیسوزه کاربون دایاکساید آب و انرژی تولید میشه یک مرکب عضوی مثل گاز مثل نفت اینا میتونن که وقتی میسوزن کاربون دایاکساید آب و انرژی انرژی منظور ما انرژی حرارتی و انرژی نوری است تولید میشه از احتراق عناصر غیر فلزی بعضی از غیر فلزات هم میسوزه به صورت انصری اکساید های غیر فلز تولید میشود چون سوختن در موجودیت اکسیژن است به انصر که ده اکسیژن تعمل میکنه اکساید را میسازه از سوختن هایدروکاربون ها و سایر مرکبات عضوی سلفردار سلفر, سلفر دای و از سوختن مرکبات عضوی نیتروژن دار های مختلف نیتروژن به خصوص نایتروژن دای تولید میشه شما اگه یک هایدروکاربونی که سلفر داشته باشه میسوزانین در کنار از این که کاربون دایوکساید تولید میشه در کنار از که آب تولید میشه و انرژی تولید میشه سلفر دایوکساید همچنان تولید میشه اگر یک مرکب عضوی نایتروژن دار میسوزانین سوزانین در کنار که کاربون دایوکساید و آب و انرژی تولید میشه اکساید های نایتروجن که پنج دانه است میتونه تولید شوه خصوصاً خصوصا این شکلش نایتروژن تولید میشه یک مثال را آورده این مثال سوختن است یک هایدروکاربون است هیدروکربن مرکب رو میگه که کاربون داره و هیدروژن دیگه چیز نداره وقتی که اکسیژن میسوزه حاصلش کاربون دایوکساید آب و یک مقداری هم انرژی میشه میگه اگه مقدار اکسیژن کم باشد همراه با کاربون دایوکساید مقداری هم کاربون یا دود یعنی به شکل کاربون مشاهده میشه بعضی وقتا اکسیژن کم میشه باز دود تولید میشه مثالش میگم سماوار در خانه ما و شما شاید داشته باشیم خب وقتی چوب داخل از این زیاد مندازیم اما از دود رو ازی دود بیرون میشه خب به خاطر که ما چوب زیاد انداختیم فضای اکسیژن رو گرفت اکسیژن کم شد بعضی از قسمت های کاربون هنوز نسوخته به شکل کاربون به شکل دود بیرون میشه و امکان داره قسمت گاز کربن تولید شود و کاربون دایوکساید که اگر اکسیژن زیاد باشه 100 فیصد تولید میشه و این گازات وقتی آزاد میشن معلوم داره که آزاد شدن مینن به سمت اتمسفر به سمت بالا حرکت میکنن هیدروژن در طبقات بلند اتمسفر در موجودیت اکسیژن سوخته تولید آب و حرارت را می نماید وقتی الماسک میزنه الماسک خودش یک جریان برق است انرژی بسیار زیاد است اکسیژن در هوا هست در طبقات بالا یک مقدار هیدروژن هم است خود به خود باعث میشه که هر یک جای شو آب رو بسازه. یعنی دیدین گاه گداری که وقتی الماسک میشه یک اون دفعه باز باران هم میشه در کنار از بعضی جای ها تولید آب در اونجا از این خاطر صورت میگیره هیدروژن با اکسیژن یک جای میشه نوع تعامل تعامل احتراقی است تعامل سوختن است چون هیدروژن هم رقم گاز واره میسوزه گاز سوخت اکثر فلزات گفته با اکسیژن تعامل نموده ما همی هم گفتیم اکسایدش میسازه روشنی و حرارت را همچنان تولید میکنن مثالش مگنیزیم است فیته مگنیزیم را اکد اکسیژن به سوزانه مگنیزیم اکساید امرای حرارت و نور تولید میکنه این سوخت فاسفورس است فاسفورس یک انصور غیر فلزی است فاسفورس سفید است پیچار فسفورس سفید قدر خطرناک است که وقتی این نگهداری میکنن در مابین آب نگهداری میکنن اگر از آب بیرون بکشن یک چند لحظه بان چند لحظه بعد باعث از میشه که همراه فسفورس همی اکسیژن تعامل کنه در نهایت برای ما دای فسفوره ببخشین تترا فسفورس دیکا اکسای یک شکل از اکسای فسفورس میسازه در نهایت حرارت و روشنی هم تولید میشه این نوع تعامل خودش یک نوع تعامل احتراقی است پس تعاملات احتراقی با سوختن همراه شده یک عنصر غیر فلزی با اکسیژن سوخته وقتی سوخته بر ما شما اکساید غیر فلز را در کنارش حرارت و روشنی را تولید کرده میگه آیا می توانیم سوختن را یک نوع تعامل ترکیبی قبول کنیم این شما گفته فکر کنید و بیاین یعنی در موردش دلیل بگین که آیا یک تعامل ترکیبی همی بوده میتونه یا که نمیتونه شما رو باید پیس خود تصمیم بگیرین اینجا فعالیت رو که نشان داده در حقیقت فیته مگنیزیم است شولور شده وقت میسوزه بسیار روشنی تولید میکنه باقی مانده شده یک پودر سفید رقم است که این میشه اکساید مگنیزیم بنابراین بعضی از فلزات میتونه که بسوزه و به ای ترتیب شما میتونین مگنیزیم را هم بگیرین بسوزانین خب یک مقدار در مورد تعاملات اگزوترمیک و اندوترمیک اینجا بر ما معلومات داده چون بخش بخش خود تعاملات احتراقی بود با آزاد شدن انرژی همراه بود تعاملات اگزوترمیک در حقیقت گفته تعاملات از لحاظ جذب و آزاد شدن انرژی به دو دسته تقسیم میشن یک نوش میشه اگزوترمیک اگزوترمیک تعاملات حرارت زار میگن و تعاملات گفته میشه که اونجا حرارت تولید شود اینجا هم گفته دسته اول نوع تعاملاتی است که در نتیجه ای صورت گرفتن آنها بر علاوه بر محصولات تعامل انرژی به شکل حرارت و نور آزاد میشه امین او تعاملات به نام تعاملات اگزوترمیک یاد میشه اینی یک تعامل اگزوترمیک است دقت کنین تعامل اگزوترمیک در حقیقت تعاملی است که انرژی آزاد شوه و حتمی نیست که او باید نور هم تولید شوه روشنی تولید شوه نه خیر تو نیست شما چونه داخل آب شاید بعضی دیوارای خانه یا حولی تانه بعضی وقتها که از چونه رنگ کده باشه حتما این کار کردین یک دفعه وقتی چونه رو داخل آب مندازی او جوش میاره بیخی خب این یک نوع تعامل اکزوترمیک است حرارت هست گرمی تولید کرد پودر کالاشویی را اگر در قف دستان پرتین یک قطر دو قطر آب بالاش بندازین متوجه میشین دستتان گرم گرم میشه نو تعامل از این تعامل اگزوترمیک است حرارت زا هست مگم روشنی تولید نشد اینجا این به خاطر گفتم که یک تفاوت داشته باشه که وقتی احتراقی میگیم با اگزوترمیک میگیم این تفکیک کنین که درست است احتراقی هم یک نو تعامل اگزوترمیک است یک نو تعامل حرارت است اما در کنار حرارت روشنی هم دارد مگم در اگزوترمیک فقط حرارت تولید میشه شرطش نیست که حتما روشنی تولید شود شد شد نشد پروا نداره سودی هم هایدروکساد یک القلی وقتی با هایدروکلوریک اسید یا با تیزاب یک جای میشه یک القلی وقتی با تیزاب یک جای میشه محصولش نمک است آب است حتما اینمی یک مقدار حرارت یا انرژی آزاد میشه که در حقیقت بر ما نشان میده که انمی تعامل یک تعامل اگزو ترمیک میشه یک شکل رو بر ما نشان داده ای در حقیقت تعامل فلز سودیم است با آب فلز سودیم را اگه شما بالای آب یک مقدارش به فرض یک دانه چهار مغز بندازین باز انمی رقم شکل را شما میتونیم تو یک تصویر را ببینین که شول رقم باره ازش باد میشه و هم روشنی داره تقریبا هم گرمی داره این یک تعامل اگزوترمیک است که محصول تعامل میشه سودیم گاز هیدروژن آزاد میشه اگه این یک بوتله که بتونیم گازش دان بوتل رو بسته کنیم یک پلتی گوگرد نزدیک کنیم کمی دست خود رو پس کنیم روشن میشه نشان میده که اینجا گاز هیدروژن موجود بوده و به این ترتیب بعضی تعاملات شما وقتی که اینجا بر ما گفته پتاسیم پرمنگنید پتاسیم پرمنگنید پتاس را میگه اگر کد گلیسرین یک جای کنه نشه گلیسرین را بندازین پتاسیم پرمنگنیت یا پتاس پودر بسازین اول که در هاون خوب پودر بسازین بالایش پاش بتین امی کمک نور آفتاب ضرورت داره که فعال شوه بلا فاصله مو انرژی فعال سازی یا انرژی اکتیویشن خود از نور آفتاب میگیره فعال شد در میگیره هر چقدر مواد زیاد بندازی آتش بیشتر از او تولید میشه در حقیقت هم یک نوع تعامل اگزوترمیک میشه و اما این تعامل تعامل تجزیه سنگ چونه سنگ چونه رو حرارت میتین به چونه زنده همراه گاز کاربون دایوکساید تولید میشه اینی تعاملات را میگیم تعاملات اندو ترمیک یا تعاملات که انرژی را جذب میکنن اینی یک تعامل اگزوترمیک است اینه حرارت تولید شده حرارت در جمله محصول وقتی نوشته بود ای اگزوترمیک است و اما اینی تعامل اندو حرارت در جمله مواد اولیه نوشته شده اینی اندوس یعنی ایری گرفته که تانسته تجزیه شود پس اینجا تفکیک تاملات اندوترمیک و اگزوترمیک بود دیاگرام تاملات اندوترمیک و اگزوترمیک رسم کرده بر ما وقت اینی تعامل اگزوترمیک است دو دان ماده اولیه در سطح انرژی بلندتر قرار دارن وقتی تعامل میکنن انرژی خود از دست میتن میاین در سطح پایین انرژی محصولاتشان بسیار باثبات هست و دیگه انرژی از دست نمیتن اما در اینجا اندوترمیک انرژی میگیره محصولات به با سطح بالاتر انرژی است و این محصولات بی ثبات هست و پس دوباره میخواین به سطح پایین انرژیکی بیاین اینی بود در مورد درس امروزی ما و شما و پایان درس امروز رسیدیم امیدوار درس فامیده باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما از قرار میگیرم همگی شما رو به الله یکتا میسپارم